فعالان صنفی فرهنگیان کارزاری راه اندازی کردند که هدفش آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده سازی برای آنان است. تا روز پنجشنبه نزدیک به 10,000 امضا برای این کارزار جمع شده و برگزار کنندگان به دنبال رساندن تعداد امضاها به 100,000 نفر هستند. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. کارزار 100,000 امضای فعالان فرهنگی پس از نامه هفته گذشته 1,200 معلم به رئیس قوه قضاییه و رونوشت آن به دولت و مجلس راه اندازی شده است. نامه‌ای که دولت و قوه قضاییه از تحویل گرفتن آن خودداری کردند، اما مجلس ظاهراً به اسم بررسی آن را پذیرفته. فعالان صنفی معلمان میگویند مقام‌های جمهوری اسلامی تصور می‌کنند از میان جمعیت بیش از 1,000,000 نفری معلمان شاغل و بازنشسته کمتر از 0.1%شان به مشکلات ایجاد شده برای همکاران پیشرو و مطالبه‌گر خود توجه دارند. در دیدگاه همراه با ستاره رحمانی فعال کارگری از انگلستان برآوردها از 100,000 تایی شدن امضای کارزار فعالان صنفی فرهنگیان را بررسی می‌کنیم و از امکان تحقق آن می‌پرسیم. آقای رحمانی، برای شروع به این موضوع بپردازیم که فعالان صنف فرهنگیان در نامه 1,200 امضا به سه قوه چه مطالباتی را مطرح کردند؟ بله، این مدتی است که بدنه معلمان در حقیقت اونچنان فعال نبوده و مسئله زندان، معلمان زندانی مسئله مهمی هم هست و به اون پرداخته نشده بود. معلمان در این نامه اولیه که نوشته بودند، در نامه اولیه هم به مجلس، هم قوه قضاییه، هم رئیس جمهور به اینا نامه رو بردن دستی تحویل بدن، اما اینا تحویل نگرفتن. به هر صورت خواسته هایی که توی این نامه به طور مشخص مطرح شده بود این بود که معلمانی که دستگیر شدن، زندانی شدن، بر طبق قوانین خود جمهوری اسلامی اینها حرکاتشون، اعتراضشون و تجمعشون قانونی بوده و نباید زندانی بشن. ما توضیح میخوایم توی این نامه که به نوشته بودن، توضیح میخوایم از شما که چرا اینها رو زندانی کردی و زندانی طولانی مدت برای هر کدوم دادید. و در پایان نامه هم از اینها خواسته بودن که اگر چنانچه شما فکر میکنید که اینها مجرم هستن، لطفاً بیایید و یک جلسه دادگاه علنی بگذارید که به همه بدونن که اینها جرمشون در حقیقت علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی بوده یا قوانین جمهوری اسلامی رو زیر پا گذاشتن. خب آقای رحمانی، تا اینجا الان متوجه شدیم که قوه قضاییه و دولت نامه 1,200 امضا رو تحویل نگرفتن، اما مجلسی ها قبول کردن. حال برآورد فعالان فرهنگیان چیه؟ آیا امید ترتیب اثری به خواسته هاشون میره، اون هم برای یک موضوعی که حاکمیت اون رو امنیتی تلقی میکنه؟ ببینید، این مسئله خب طولانی اینه، یعنی حداقل 2 دهه که فرهنگیان دارن تلاش میکنن که به خواسته هاشون برسن و مسلمان همونطوری گفتین حاکمیت اینا رو امنیتی تلقی کرده. بنابراین امید این که این ساختار کنونی نظام جمهوری اسلامی به خواسته های انباشته شده 2 دهه حداقل بگیم پاسخ بده نیستش و در مقاطع مختلفی معلمان در تجمعشون گفتن، به حاکمیت هشدار دادن و گفتن که این آخرین پیام است به شما، معلم آماده قیام است. یعنی در حقیقت به طور کلی باید بگیم چه معلمان و چه بازنشستگان معلمان اینها امیدشون را از اینکه حاکمیت خواستشون پاسخ بده را از دست دادن و به خاطر همین اگه دقت بکنید شورای هماهنگی تشکلهای صنفی اون منشور 20 تشکل را که در حقیقت گذار از رژیم جمهوری اسلامی را امضا کرده نشان دهنده اینه که کاملا امید از حاکمیت برداشته شده. اما مبارزه هر چقدر هم که حاکمیت کمتر به اون بپردازه ادامه خواهد داشت و به مردم اثبات خواهند کرد که ما کماکان در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی میخوایم مطالباتمون در عین حال رسیدگی بشه. آیا نامه‌نگاری فعالان صنفی با سه قوه به معنی تغییر رویکرد در شکل بیان مطالبات فرهنگیان و تغییر فاز از اعتراض در خیابان به نامه‌نگاری و مسیرهای حقوقی این شکلیه، یا این تنها یک مورد؟ آقای رحمانی، ببینید، تغییر
روی کرد به طور کامل نیست، یعنی باید اینو جدا بکنیم، معلمان رو با خب تشکلات و کانونهای صنفی که دارن. شورای هماهنگی به دلیل سرکوب بسیار زیاد حاکمیت عملا و پرونده سازی برای عکس همه شون باید بگیم عملا زمینگیر شده برای این مدتی و بنابراین نمیتونه اون وظیفه‌ای رو که داره در حقیقت انجام بده و این کمپین میخواد جای این موضوع رو پر بکنه. و هدف دیگه هم که این کمپین زیر هدف اصلی هم هست و فعلا هم روشن نیست که بعد از چنین حمایتی فرض کنیم امضا رو جمع بکنن آیا اینا میتونن تعدادی معلم دیگه رو برای شورای کانونهای صنفی و شورای هماهنگی اینا جمع بکنن. و سومین اینه که اینا بتونن در این رابطه با جلب معلمان جدید تمام کانونهای صنفی بتونن مجموعهشون رو بذارن و عملا برای اهداف آینده با یه شیوه جدیدی آغاز بکار بکنن. خب تحقق مطالبه آزادی معلمان زندانی طبعا نگرانی همه معلم ها و شاغلان این صنف رو برطرف میکنه. آقای رحمانی با وجود این الان فکر میکنی تا 100,000 تایی شدن امضای کارزار چقدر فاصله مونده و برای اینکه زودتر این تعداد امضا جمع بشه چه کارهایی باید کرد؟ این تشکلات به هر صورت کارهای زیادی میکنن، از جمله فعالیت هایی که جانبی در کنار کانونهای صنفی و شورای هماهنگی در این رابطه میشه ایجاد کمیته های کشوری است. کمیته کشوری که الان درست شده در حقیقت بخشی از کارهایی که شورای هماهنگی تشکلات صنفی نمیتونه بکنه رو انجام میده و اون هدف اصلیش رو این کمیته گذاشته، آزادی زندانیان سیاسی. بنابراین همکاری با این 100,000 امضا یکی از اوناست و دوم این که تماس و ارتباط با تمام کانونهای صنفی که تاکنون صدایی شاید ازشون بر نیومده هست که این تماس ها گرفته شده و چندین کانون صنفی تاکنون به این پاسخ دادن به امضای 100,000 امضا و کانون صنفی فرض کنید معلمان تهران، فارس، خراسان شمالی و تعدادی دیگه به این پاسخ دادن. خب گستردگی این حمایت ها میتونه حلقه محاصره برای قوه قضاییه و حاکمیت بیشتر بکنه و اینا رو مجبور بکنه که عکس‌العملی در این رابطه نشون بده. آقای رحمانی، حکومت برای اینکه همبستگی معلمان در مطالباتشون شکل نگیره چه راههایی رفته؟ آیا صرفاً با تهدید و محرومیت از شغل و زندان مانع همبستگی معلمان شدن یا روش‌های دیگه‌ای هم پیاده کردن؟ حکومت یه سیاست ترکیبی در حقیقت در ارتباط با معلمان رو شکل داده. اگر یادمون باشه 11 اردیبهشت سال 1401 سناریوی بر علیه معلمان درست کردن. سناریو بر اساس این بود که دو معلم فرانسوی اومدن ایران و ملاقاتی داشتن با چند نفر معلم. با این سناریو اتهاماتی رو به اینها زدن که کماکان بیشترشون الان تو زندان هستن. این یکی از راهاست. راههای دیگه اینه که خب رتبه بندی رو نمیدن. در بسیاری از موارد دیدیم که معلمان حق رتبه بندی رو ازشون حذف کردن به دلیل اینکه در تجمعات شرکت داشتن یا بازنشستگانی که حقوقشون برای مدتی معلق مونده فریز شده، بازنشستگان معلمان. و همینطور نفوذی ها در تشکل ها تعداد بسیار زیادی رو فرستادن در درون کانونهای صنفی معلمان به هر صورت اما برای حاکمیت کار میکنن که اینا رو بتونن خونسا بکنن. و علاوه این که اینها تعداد زیادی از ملاهای حوزه علمیه رو آوردن در دبیرستان ها و اون برنامه هفتم مسئله رو مطرح کرده، گفته که از این به بعد هر فرهنگی که استخدام بشه باید ثابت بکنه که به نظام جمهوری اسلامی معتقد هست. و مجموعه این شرایط، یعنی شرایط از یه طرف مالی، از یه طرف سیاسی و از یه طرف حتی توطئه بر علیه معلمان، کماکان ادامه داره. اما آیا این حاکمیت خواهد توانست این جنبش رو بخوابونه یا نه، بحثیه که باید به آینده سپرد. آقای رحمانی، فرهنگیان در مقابل با سیاست تفرق افغانی حکومت برای شکل گیری ارتباط و انسجام صنفی و هم مسیر شدن چه ابزارها و امکاناتی در اختیار دارن؟ ببینید فرهنگیان اولا کانونهای صنفی در 25 استان الان دارن و این کانونهای صنفی یکی از کارهایی که قول دادن فعالین این عرصه بکنن اینه که برن با معلمان، یک، دوم با دانش آموزان و خصوص دخترانی که
هدف رژیم قرار گرفتن دختران دبیرستان با مسئولیت اونها و خانواده اونها ارتباط برقرار کنند و برای امنیت جانی دانش آموزان و برای کیفیت بالای آموزش پرورش و همینطور برای اینکه به خانواده اثبات کنند که معلمان تنها دغدغه‌شون مسئله مالی نیست بلکه مسئله آموزش با کیفیت هست، با اینها بتونن ارتباط برقرار بکنند. خود در این رابطه همونطوری که اشاره کردم کمیته هایی درست شده و کمیته ها مستقل هستند و از معلمان با سابقه این کمیته ها درست شدن و هر کدوم گوشه ای از کار را در حقیقت دارن میگیرن که بتونن کمک بکنن به شورای هماهنگی و کمیته های صنفی که وارد میدان بشن. حمایت اسماعیل عبدی معلم زندانی از کارزار 100 هزار امضا چه تأثیری بر این حرکت گذاشته؟ معلمان زندانی دیگه چطور؟ اونها چه واکنشی به این کارزار نشون دادن آقای رحمانی؟ حمایت اسماعیل عبدی یک پشتگرمی و اعتماد به نفسی رو به معلمان داده که معلمی که تو زندان وقتی از این حمایت میکنه، ما که بیرونیم آزاد هستیم چرا نه؟ و این به نظرم این واکنش اسماعیل عبدی باعث شده که بسیاری از کانون‌های صنفی به تدریج دارن به این کمپین میپیوندن و بسیاری از معلمانی که شاید تاکنون امضا نکرده بودن وارد این کارزار میشن و دارن این به این کمپین کمک میکنن که به اون هدفش که رسیدن به 100 هزار امضا برسه. ببینید اون چیزی که حمایت اسماعیل عبدی از این کمپین نشون میده اینه که اولا به حاکمیت ثابت میکنه که زندانی کردن این معلمان نمیتونه معلمان را از فعالیتایی که تاکنون داشتن باز بذاره و دوم اینکه معلمانی که در بیرون هستند و این پیام رو شنیدن متوجه میشن که چقدر شجاعت داره اسماعیل عبدی و چقدر در حقیقت این حاکمیت عاجز از دفاع هست، عاجز از سرکوب این معلمان هست که اینا حتی در زندان هم از فعالیتاشون دست بر نمیدارن. سپاسگزارم از شما ستاره رحمانی، فعال کارگری از انگلستان.